שלום שלום, בוקר טוב, ערב ראש חודש טוב, כיפור קטן שמח. מדינים כעדיני ראש חודש כיפור קטן נמדרי, כבשעה טובה מוסלחת, הם דברי תורה, הם מן רוז מוקדס, הם תהילים כדר סרטסר אמריקה מחסוסן, با وست کوست با لس آنجلس کوردینیت کردیم که همزمان بتونه خونده بشه، همچنین در بقیه آمریکا و حتی از ایران به خوبی همه این تهلیم ها کمک بکنه رفع گزلوت بشه، مخصوصا از ارس اسرائیل با این هفته سختی که تا الان پشت سر گذاشتیم، چه در اینجا چه در اسرائیل، امیدی که از این به بعد رفع گزلوت بشه و به سرود توبوت و دقیقا همون چیزی که میخونیم میشه نخنس آدار مربین به سیمها دیگه، تا چند ساعته دیگه که ماه آدار رو شروع میکنیم، مثلا روش خودش آدار رو که به آدار بت میرسیم، مربین به سیمها، سیمها به خوبی به شادی به اوج برسه و بتونیم از خبرهای شادی هم دیگه با خبر بشیم. در هفته آینده روز پنجشنبه 15 یا بهتر بگیم 17 مارچ میشه هفتم آدار. هفتم آدار همگی میدونیم روز فوت و تولد موشه ربنو. دقیقا پنجشنبه 17 مارچ هفت آدار. به زراد هشم ترتیبی میخواییم بدیم، به جای چهارشنبه پنجشنبه با اتوبوس ساعت 10 صبح همگی اینجا باشید، بلی نیدر به زیارت مقبره ربل لوباویچ میریم ساعت 10 صبح اوهل. هفته آینده به جای چهارشنبه پنجشنبه ساعت 10 صبح حتما اینجا باشین، چون اتوبوس ساعت 9:59 راه میفته که به زدچم بتونیم به موقع برسیم و به موقع تا قبل از ظهر بتونیم برگردیم. همچنین فردا شب رو فراموش نکنید که حالا بیکینگ هست به نیت ازدواج تمام جوانها به خوبی. Bring your own حالا، خلاتون رو بیارید فردا شب ساعت 8 شب در کنیسا با حضور خانم شیفی هوشوع، تفیلهای مخصوص بذرت هشم، دعای مخصوص که همه اینا دست به دست همدیگه کمک بکنه و بتونیم اون یشوع نجات و گئولا و موفقیتی که در انتظارش هستیم رو در هر زمینه به دست بیاریم. وقت میکنیم شیور امروز رو لیلون نشمت پدر بزرگ بنده آشر موشیسا، آشر بن موشه، اونهایی که خاطرات خوبی از سر چال دارن بعد پدر بزرگ بنده رو یادشون باشه، روح شاد. و همچنین یسخاک بن یعقوب، بله بالاخره اگر میخواین خاطراتی رو یادتون باشه، امید که همه اینها کمک کنن ملیسیوش تفیلا بخونن که به خوبی همیشه به خوبی یادشون بکنیم. دومی شوهر خانم تبرکی یسخاک بن یعقوب، همچنین موشه بن ربی عبا که همچین کمی رو برای جامعه آوردن، تمام رفتگان قوم اسرائیل به زدشن، همچنین یخزکیا بن داوید. در پاسخ میخونیم میشه نخنس آدار مربین به سیمها. از موقعی که ماه آدار شروع میشه سیمها رو زیاد میکنه. اگر نظر کلمه ای نگاه بکنیم میگه میشه نخنس آدار، نخنس یعنی وارد شدن. از موقعی که آدار وارد میشه، از ورود ماه آدار، حامین توضیح میدن در واقع هر مهمونی که خونه آدم میاد بالاخره دست خالی نمیاد، یه هدیه میاره. هر ماهی که در زندگی انسان نخنس وارد میشه مهمون ماست و
و هر ماهی برای خودش یک مزالی داره، یک هدیه‌ای داره که انسان میتونه از اون استفاده بکنه. و میگه هدیه ماه آدار چیه؟ سیمهاست. کسی که از این ماه بتونه به خوبی پذیرایی بکنه، در به زندگیشو به این ماه باز بکنه، مهمان نوازی بکنه، اون سیمها، اون هدیه، اون تأثیر مزالی که در اون ماه رو میتونه استفاده بکنه. اما مهمون پشت در بسته چه توقعی میره که بخواد هدیه هم برامون بیاره؟ بذاره پشت در بگه من اومدم نبود، اینم هدیه. و همین دلیل باید نخنس ماه آدار رو وارد زندگیمون بکنیم تا به خوبی بتونیم از هدیهش، از مزالش، از قدرتش و از سیمهاش در زندگیمون بتونیم استفاده بکنیم. در پاسخ ما چی میخونیم؟ ایبدو ات هشم به سیمها. خداوند رو تهیلیم داوید هملق میگه عبادت بکنید با سیمها. ایبدو ات هشم به سیمها. چطور؟ بول فانا بیرنانا. موقعی که به حضور خداوند میاد، به دیدار و زیارت خداوند میاد، بیرنانا با ترنم، نه با غم و اندوه و افسردگی. بیرنانا که بارو خشم دارم میرم کنیسا، بارو خشم دارم میرم شیور تورا، بارو خشم که خداوند مرا در این راه قرار داد که بتونم جزء بندگان مؤمنش باشم. بول فانا بیرنانا، این که با ترنم مثل بچه ها که کودکستان میرن، پارک میرن، با شادی و وجد میرن که بازم زنگ تفریح، بازم پارک، بازم کودکستان بازیه. میگه همینطورم کسی که میاد در کنیسا به عبادت هشم یا در حضور هشم، بول فانا بیرنانا، اون علامت ایبدو تشم به سیمخا که میتونه خداوند رو با عبادت سیمها، با خوشحالی عبادت بکنه. اما چطور میتونه انسان به اون بیرنانا، به اون ترنم برسه؟ حامیم توضیح میدم پاسخ بعد. پاسخ بعد چی میگه؟ دو که هشم هو آیلاهیم. میگه بدان که خداوند او خالق ماست. کسی که بدونه که سر نخ همه چی تو زندگی ما دست هشمه، اونه که ما رو به دنیا آورده، اونه که ما رو هدایت میکنه، اونه که ما رو نظارت میکنه. دعو، بدونیم که هشم و الهیم. هشم منظور میدد هر حمیم، رحم هشمه. الهیم منظور میدد حدین، قضاوت و جدی بودن هشمه. میگه هر موضوع تلخ و شیرینی که تو زندگی پیش میاد، بدونیم هشم هو الهیم، خداوند همون مدت رحمین، همون مدت دینه. از یک جا همه اینها نشأت میگیره که هشم هو الهیم هو آسانو ولو نحنو. خداوند ما را درست کرده، آفریده، ولو نحنو، و به او ما تعلق داریم. چطور پدری از بچه خودش نخواد مراقبت بکنه؟ چطور معلمی نخواد از محصل خودش مراقبت بکنه؟ چطور آدمی نخواد از اندام بدنش مراقبت بکنه؟ همه این ما جزو یک بدن هستیم، یک خانواده هستیم. ولو انحنو، به او ما تعلق داریم. اما و سومریتو، قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. مرعیتو میشه چی؟ چراگاه، مرتع، مزرعه. و سون مرعیتو، چراگاه خداوند کجاست که ما به عنوان گوسفندان بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ آیا تو منهتن، تو دیسکوها کجاست مرعیتو؟ چراگاه هشم کجاست؟ تو جای مقدس، در جایگاه مقدس خداوند، در کنیسا، در بت میدراش، در شیوریم تورا، در گرد همه های تهیلیم خونی، اینجاست مرئی تو، چراگاه ما که میتونیم از خداوند بهره ببریم و استفاده ببریم. و در هر چراگاهی هم سگ گله هست که از گله مراقبت میکنه و هم
چوپان، چوپان با نی خودش، با نظارت خودش داره از گله خودش استفاده میکنه. به همین دلیل یک تکستی به دست من رسیده بود امروز، بیایید با هم دیگه اینو بخونیم ببینیم کی فارسیش خوبه. خدایا، بعدن میخواید اینو بنویسید، خدایا به آنچه که دادی تشکر، به آنچه که ندادی تفکر، به آنچه که دادی تشکر، به آنچه که ندادی تفکر، به آنچه که گرفتی تذکر. پس به آنچه که دادی تشکر، به آنچه که ندادی تفکر، فکر ما بودی، به آنچه که گرفتی تذکر. یک تستی بود، یک تذکری بود، هشداری بود. چرا؟ که دادت نعمت، اون چیزی که به ما دادی خداوندا، این نعمتی توشه. ندادت حکمت، چیزی هم که بهمون ندادی حکمتی درشه. و گرفتت عبرت، چیزی که از ما گرفتی درس عبرتی توشه. به همین دلیل یا رب آنچه که خیر است تقدیر ما کن، هر چیزی که خیر ماست جزء سرنوشت و تقدیر ما باشه. یا رب آنچه که خیر است در تقدیر ما کن، و آنچه که شر است از ما دور کن. امید که به زد هشم از همه گزرات به دور باشیم و بتونیم به خوبی اون عبادتمون رو، این وظیفه ایفدوی تشم به سیمها رو به خوبی به جا بیاریم. اما پاراشه این هفته، پاراشه این هفته ال پکوده هم میشکان میشکن های دود، این است پکوده، سرشماری یا حسابرسی میشکان که موشه ربینو بعد از پایان ساختمان میشکان، قبل از این که و بخواد اون رو برپا کنه، و یا کم موشه اتم میشکان، قبل از این که بخواد اون رو برپا بکنه و همه رو سر جاش بگذاره، میاد حساب و کتاب A to Z، از کجا چه طلایی، چه نقره‌ای و چه پشمی مصرف شده رو جز به جز تحویل جامعه میده. در میدراش ربا میگه موشه ربینو چرا این کار رو کرد؟ به چه دلیلی؟ به چه انگیزه ای؟ میگه متاسفانه در هر دوره لتانه هدور، یعنی دلقک های دوره هستند تو هر جامعه ای که میان هر موضوعی رو وسیله و بهانه قرار میدن که ارزش و مقام ربانی رهبران جامعه و بزرگان قوم رو پایین بیارن. حتی موشه ربینو در میدراش میفرماد موقعی که موشه ربینو در اردوگاه حرکت میکرد، و هایا که و موشه ها اوهلا، موقعی که موشه ربینو به چادرش میخواست بره، یک ذره صبح دیر میومد، گفتن آیا با زنش دعوا شده که نیومده، یک ذره زود میومد، میگفتن که آیا چی بوده که به این زودی و پاشته اومده، یه ذره دیر میرفت، آقا مگه این زن رو بچه نداره، یک ذره فکر خانوادهش باشه، یک ذره زود میرفت، آقا این که برای جامعه خدمت میکنه، یعنی چی زودی از کارش میزنه به هر پس و پیشی میرفت، یک دلقک های بودن که بخوان یک عیب و ایرادی
از موشه ربنو بگیرن که احترام و عظمتشو پایین بیارن. از جمله تو پاسخ میگه و هایا که با موشه ها اوهلا و هی بی تو احره موشه، موقعی که موشه ربنو به چادرش میرفت در بین اردوگاه، میگه و هی بی تو احره موشه، همگی پشت موشه نگاه میکردن. در مسخت که دوشین میاد این رو به طور مثبت تعبیر میکنه، میگه از کجا دلیل که موقعی که یک رهبری تلمید حاخامی داره رد میشه، میبایست بلند شد ایستاد و تا جایی که هنوز رد نشده باید ایستاد باقی بمونه. میگه از پاسخ که موقعی که موشه ربنو رد میشد، همه می ایستادن و به اون نگاه میکردن، موقعی که دیگر دیدگان دور میشد اون موقع میشستن. پس اینجا ما میبینیم احترام تلمید حاخام اینه که باید جلوش ایستاد موقعی که وارد اتاق میشه و یا تو کنیسا و ایستاده باقی مون تا موقعی که میره میشینه. اما در میدراش و در تصافات یک تفسیر دیگه ای هم میاره، میگه خدا رو شکر ما اسرائیل ها آدم های خوبی هستیم، بعضی افراد دلقک صفتی در جامعه پیدا میشن که حتی حرمت و عظمت ربانی و تلمید حقامی و بزرگان و رهبران قوم رو به بازی میگیرن و به انگلیسی بهش میگن they playing with fire، با آتیش بازی میکنن. نمیدونن که حرمت ربانی و بزرگان مخصوصا خادمین جامعه رو به بازی و مسخره گرفتن چه عقوبتی در انتظارشونه. خلاصه یه عده‌ای بودن همچین افرادی که در پاسخ میگه ذهی بی تو احر موشه، این که پشت موشه نگاه میکردن به خودشون یک حالت کنایه و سرکستیک تعریف میکردن که ربی یوحانان میگه این چنین میگفتن حما، ربی حما آمد، ربی حما میگه همه کدل دبر ده امران. ببین چه گردن کلوفتی داره، پشت سر ماشه ربین موقعی که رد میشد، قبلش موقعی که میدیدنش بهش دولاراست میشدن و شما سفر تورا هستین و احترام و چخانهای دیگه، موقعی که میرفت پشتش چی میگفتن به هم دیگه، یا کن چه گردن و شونهای کلوفتی داره. اون موقع یکی دیگه، اون یکی دوستش بهش میگفتش که معلومه آدم ششالت از ملخ در میشکان، کسی که مسئول ساختمان میشکان شده و میلیون ها دلار زیر دستشه و میخواد چی؟ میخواد با گردن ضعیف و شکم کوچیک بخواد راه بره، معلومه این همه پول زیر دستشه، نمیخوای آشیر باشه، نمیخوای ثروتمند باشه، نمیخوای وضعش خوب باشه و لپای سرخ باشه، معلومه. موقعی که کار مشکان تمام شد، موشه ربنو اینو میشنید ولی هیچی نمیگفت. موقعی که کار مشکان تموم شد، گفت دونه به دونه، گرم به گرم حسابایی که هر یک گرم طلا و نقره پشم و چوب در این مشکان به چه مصرفی رسیده رو میخوام بهتون پس بدم. منم همین گفت. و اون موقع بود که اومد همه حسابرسی ها رو در پاراشای پکودی دونه به دونه چیکار میکنه؟ تحویل جامعه میده. حاخامیم از اینجا یاد میگیره که اولا ما ملت چقدر مواظب فکر و زبونمون باشیم، چرا که حاخامیم میفرمان حخشد و کشریم، کسی که مضمون میشه و شک میکنه به اشخاص کاشر، نمیخوام بقیهش رو بگم چی در انتظارشه،
کسی که به مسئولین، خادمین جامعه، زحمتکشان جامعه شک میکنه و چه بسا چه تهمتهای بیروایی بهشون میزنن، میگه خدا از گناه هممون به خوبی بگذره و هیچ وقت ما رو به مرحله آزمایش نیاره. به همین دلیل حخامیم توضیح میدن تا چه حد مقام گبای صداقا اونهایی که در امور خیریه هستن و از وقت و آبرو و حیثیت خودشون میگذرن که بخوان دل فقرا رو سیر بکنن، تا چه حد درجه اونها بالاست. که در شولخان آروخ میگه ابن هائزر، در شولخان آروخ ابن هائزر میگه لعلام یشتدل آدم لیساب بعد تلمید حقان، در مورد حلاخات پریا و ریویا، حلاخات ازدواج، میگه انسان سعی کنه همیشه تا اونجایی که میتونه برای پسرش از دختر تلمید حخامین، اونایی که اصالت دارن، اونایی که ادویکیشن زندگی و روحانیت دارن، که با یک کیف 2000 دلاری یه باره زرشون نمیره و تمام زندگیشون از هم نمیپاشن، میگه بعد تلمید حخام، دختری که رو پایه‌های اساس روحانیت و معنویت و انسانیت بزرگ شده، میگه انسان سعی کنه که همیشه با بعد تلمید حخام که میدونه حقیقت و اصلیت زندگی چیه، که به فرعیات خودش رو آلوده نمیکنه، میگه انسان سعی کنه همیشه با دختر تلمید حخام، بعد تلمید حخام ازدواج بکنه. البته امروزه حخامه میفرمان میتونه امروزه not necessarily که آدم بره به دنبال یه ربای بگرده بعد بخواد با دخترش ازدواج بکنه، میتونه خود اون دختره عاقل و فهمیده و دانش و ریلیجیس و ادوکیتد باشه، که مانند دختر تلمید حخام انقدر عاقله که گول ظاهر دنیا رو نمیخوره و همیشه در فکر اینه که چطور خانوادشو و شوهرشو در راه تورا و روحانیت بزرگ بکنه، نه اینکه بخواد روز به روز یک شکاف زهر آلود در خانه و خانواده بخواد پدید بیاره، شب تا ساعت 2:30 شب تو اینجا، فردا شبش تا 1:30 شب اونجا، فلان نوع لباس، فلان نوع زندگی و الی آخر. به همین دلیل امروزه به خود اون دخترم اطلاق میشه که دختره تا چه حد خدا ترس و بد تلمید حخامه. پس لولا میشتدل آدم لیسا بد تلمید حخام، همیشه سعی کنه که سر پل تجریش دنبال دختر تلمید حخام بگرده که باش ازدواج بکنه اگر پیدا بشه. اول حسی بیتول تلمید حخام، همینطورم سعی کنه که داماد تلمید حخام بگیره، یعنی دخترش با تلمید حخام ازدواج بکنه. نگه که دنیای روحانیت این به چه درد من میخوره، تو این دنیای فیزیکی ببینم چه کار میتونه بکنه. هراب و ودیه یوسف زیخران لیبراخا موقعی که میخواست بره ازدواج بکنه، شخصی بود وارسته، چقدر دانشمند و سن ازدواج، در یشیوای پرات یوسف هراب ازرا اتیا روش یشیوای اون موقع، یک حامی میاد پیشش میگه من یکی از تلمیدیم تو برای دخترم میخواستم، دخترم الان سن بلوغ رسیده. میگه که اتفاقا من یک کندیده خوبی برات دارم. هراب عبد یوسف اون موقع عبد یوسف میگه اوکی، قرار رو میذارن به هراباد یوسف، روش شیوا میگه برو خونه فلانی دخترشو ببین، اونم تو رو ببینه. هراب میاد از آدرس که گرفته میگیره، میره در رو میزنه، اون تلمید حخام در رو باز میکنه، میشینه، چای میارن، چایی رو میاد اول برداره، بعد قند رو میگه، میگه اول براخا رو قند بگم، رو چایی بگم، بحث حلاخایی پیش میاد، این میگه اول قند، اون میگه چایی، میرن توی نیم ساعت و 2 ساعت بحث حلاخایی، فراموش میکنه که اصلا برای چی اومده اینجا، دیگه دیر شده بوده، چطور بخواد با این دختر صحبت بکنه یا چیزی باشه. میگه
اصلا ما وقت رو متوجه نشدیم. دفعه دیگه چه موقعی؟ گفت دفعه دیگه فلان موقع بیاید. دفعه دیگه فلان موقع حراف در میزنه، میرن میشینن بدون اینکه بخوان بحثی رو شروع بکنن. یک باره میوهی سر میز بوده، بعد یه حلقهای دیگه، یه سوال دیگه پیش میاد، یه گمارای دیگه، یه بحث دیگه، اونم به 2 ساعت کمتر نمیکشه که کاملا وقت میگذره و نمیشه. دیگه حرام میگه من شرمنده، اگه امکان داری چند سه دیگه به من بدید فرصت دیگه بیام. دفعه سوم حرام میاد بدون اینکه هیچ کتابی باز بکنن، بدون اینکه بحثی رو شروع بکنن، یه موضوعی یک باره پیش میاد که هیچ کدوم از اینا نمیتونستن در موردش چیزی نگن و بحث مجددا حرام. موقع که این دختر میبینه که بابا این 3 بار اومده همش سرش تو توراه است، به قول ما ایرانی ها یه دقیقه نشست که برای چی اومده اینجا، اصلا اومده دختر ببینه، نه اومده پدر دختر. به هیچ وجه راضی نمیشه که دیگه بخواد با حرام ملاقاتی داشته باشه. پدره میان میگه متاسفم و این چون 3 بار تا حالا تکرار شده دسته. حراب میگه بذار من با دختر فقط 2 دقیقه صحبت کنم، اگر نخواست نو پرابلم. حراب به دخترش میگه دیگه احترامش میخواد 2 دقیقه فقط با صحبت بکنه. 2 دقیقه میره تو اتاق با اون دختر صحبت میکنه، هر دو میان بیرون و مزال تو و با اون پدر میگن. بعدن ازش پرسیدن که تو چی گفتی با اون دختر؟ بهش گفتم اگر تو علام حزه تو این دنیا تو به من بدی، من علام حبامو به تو میدم. تلمید هاخام، داماد تلمید هاخام داشتن به این ظاهره نیست، داماد تلمید هاخام داشتن به اون دنیای ابدیه که چه تورایی، چه قدوسیتی، چه کدوشایی رو دربر داره. مثل کسی که یه خلبانی رو توی بیابون پیدا میکنه، اون خلبانه فقط لازمه یه 2 روز دیگه این بیابون بگذره برسن توی فرودگاه، نشون میده که چه پروازی میتونه داشته باشه در ابرها، فقط بعد 2 روز تحمل بیارن تو بیابون با هم باشن. بمدل مبادا که ارزش تلمیده حامیم رو بخوایم در نظر بگیریم فراموش بکنیم، بگیم فلانی رو با فلانی مقایسه بکنیم. بالاخره هر دامادی، هر شخصی، هر عروسی ادوانتج و امتیاز خودشو داره، نمیشه قدرت تورا و زخوت تورا رو نادیده گرفت الی آخر. اما این در صورتیه که دختر تلمید آخام یا شخص تلمید آخام یافت بشه تو جامعه. اگر پیدا نکرد چی؟ سفارش بده داماد تلمید هاخام. مثل اون دوتا خانومی که زنگ زدن به یکی از یشیوه های آمریکا، یکی از بالاهای قسمت های آمریکا میشستن که اصلا یهودیت نبود، زنگ زدن به یکی از یشیوه های آمریکا گفتن میزن 2 تا داماد تلمید هاخام برای ما بفرستید، ما 2 تا دختر داریم میخوایم ازدواج بدیم. اینا هم 2 تا از تلمیدیمشون رو فرستادن، بهشون گفتن که فلان ساعت توی اسکای قطار وایسید، 2 تا از اینا دارن میان، 2 تا از تلمیدیممون. خلاصه موقعی که اینا سر و سیمه با امیدواری بعد چند هفته میرن اسکای قطار که قطار برسه، قطار میاد اما یه دونه تلمید میاد پایین. بهش میگن اون یکی کو؟ گفت راستش یه کاری براش پیش اومد نتونست بیاد، من تنها خودم اومدم. حالا این مادر زن با اون مادر زن سر این داماد دعوا که این داماد منه، اون میگه نه این داماد منه، میگه اینو برای من فرسته، میگه اینو برای من. خلاصه میرم پیش راب، اون موقع راب اون موقع میگه داستان شلم و حمله که یادتونه که 2 تا مادر سر یه بچه دعوا داشتن، شلم و حمله میگه نصفش بکنیم. اون مادره که اصلیه بود گفت نه نمیخواد نصفش بکنید، بدید به اون یکی. اون یکی که اصلی نبود گواره شور نصفش کنید، هیچ کسی نگیره. این رابم گفت این داماده رو نصفش کنیم. یکی از این خانوم ها گفتش که
نه نصفش نکنید. بدون یکی. اون یکی گفت نصفش کن. گفت تو مادر زن اصلی هستی. در نتیجه. در نتیجه. اگر اومدیم و کسی داماد تلمید هاخام و دختر تلمید هاخام گیرش نعمد که ازدواج بکنه چی؟ میگه لو ماتسا بد تلمید هاخام یسا بد گدوله هدور با دختر رهبران جامعه ازدواج بکنه. لو ماتسا بد گدوله هدور دختر بگیم همش پسر داشت دختر نداشت با دختر رهبرای جامعه هم نتونست گیر بیاره با کی ازدواج بکنه؟ میگه یسا بت راشه کنیسیوت با سران و مسئولین کنیسا با دختر اونا ازدواج بکنه که اونم چون این افراد با جامعه در ارتباط هستن و با کنیسا و روحانیت در منزلشونه این دختر یه بوی روحانی و معنوی برده. اگه اومدی ما رؤسای کنیسا هم دختر نداشتن لو ماتسا بعد راشه کنیسیوت با کی ازدواج بکنه این بند خدا؟ در نهایت میگه یسا بعد گبایه صداقا با دختر گباییم صداقا که صداقا جمع میکنن برای فقرا با اون خانواده ها وصلت بکنه چون یک زخوتی تو این خانواده هست. و هراب سیس الیزر میگه کسی اگر میخواد مطمئن باشه که بچه هاش هیچ موقع طعم فقر رو نچشن سعی کنه که آبروش رو وسط بگذاره و برای فقرا پول جمع بکنه. کسی که برای فقرا پول جمع میکنه در خونه فلان میره در بانک فلان میره در مغازه فلانی میره آبروش رو وسط میذاره خودشو کوچیک میکنه در رو روش میبندن و الی آخر میگه کسی که آبروش رو این چنین مایه میگذاره این تضمینیه که بچه ها هیچ موقع مزه فقر رو نمیچشن چون اوردی آبروش دست جلو مردم به خاطر دیگران دراز بوده. به همین دلیل گبای صداقا اونهایی که میان صداقا جمع میکنن و مسئولین پخش صداقا هستن پسخ روششانا و الاخر اینها درجه بالایی دارن. میگه اگر اونم پیدا نکرد چی؟ میگه با دختر ملمده تیناکوت با دختر معلمین جامعه ازدواج کنن معلم عبری معلم تورا معلم راشی با معلمین اینا هم روحانیت و اصالت در منزلشون هست خدا ترسی با دختران اونها ازدواج کنه با اون خانواده ها وصلت بکنه. در نتیجه زور شده در نتیجه حامیم توضیح میدن که ارزش گبای صداقا تا این حد بالاست و با شلحان آروخ توضیح میده که میگه درسته که تلمیده حقامین و گبای صداقا اینقدر ارزش دارن اما همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر زخوت صداقاست. چرا؟ چون میگه لولام این آدم معنی مینه صداقا در شلخان آروخ سیمان رشمم زین یورده ها میگه هیچ موقع تو تاریخ سابقه نداشته که کسی به خاطر صداقا دادن آنی شده باشه فقیر و محتاج شده باشه. چرا؟ شاید به خاطر تعطیلات هوایی و کنکون و جای دیگه اما نه به خاطر صدقه دادن و دستگیری از دیگران. شاید به خاطر 500 هزار دلار یه شب توی بر میسوا و بت میسوا خرج کردن نه به خاطر فقرا و دستگیری از دیگران. دیگه هیچ موقع تاریخ نشون نداده که به خاطر صدقه دادن شخصی فقیر بشه. ولو دوار را ولو هزک میدگلگیال یادا و هیچ موقع هیچ بدی و هیچ نوع خطری شخصی رو تهدید نمی کنه به خاطر صدقه دادن تا این حد چه که تضمین شده است. شنمر همونطور که در پاسخ میگه به یه معصه از صدقه شالوم که همیشه عمل صدقه و قدم خیر برداشتن شالوم همیشه صلح و سلامتی و آرامش به دنبال داره. و فراموش نکنیم
کل همه رحم العنیم، کسی که به فقرا رحم میکنه حق دوش باروخو مرحم علا خداوندش رحم میکنه. و میگه این یکی از طریقهایی که انسان میتونه رحم خداوند رو بیدار بکنه، موقعی که خودش رحم نشون میده به اشخاص محتاج و فقیر. و در ادامه سیمان رش ممحت میگه کل آدم حیاب لیتن صدقه، هر شخصی واجبه که صدقه بده، افیلو آنی همین پرنس مینه صدقه، حتی خود اون شخص آنی هم که صدقه میگیره وظیفه داره که یک ذره یک مقداری خودش هم در صدقه دادن شریک باشه. و حراب توضیح میده آره دیگه، جزو درآمدش دیگه. هاروتسه لزکوت لعصمو، هاروتسه لزخوت لعصمو، میگه هر کسی که واقعا دنبال زخوت میگرده تو زندگی، سعی کنه که یک ذره غرور و حرص و طمعش رو بیاره پایین. لخوف یا خوف یسرو هارا، و با رحم و با گشاده دستی و با صدا سخاوت و نیت پاک به دیگران کمک بکنه، که همونطور که برای خودش همیشه توی بازار از بهترین ها میخره و سر میز میگذاره، موقعی هم که میخواد به انیم و فقرا کمک بکنه با سخاوت، با نظر بلندی کمک بکنه، با کوالیتی، با کیفیت بالا. و همینطور هم میفرماد تو هر موضوع مقدسی، اگر میخواد چیزی به کنیسا هدیه بده، اگر میخواد قدمی برای دیگران برداره، میگه تو هر موضوعی میخواد سیسی تفیلین بخره، میگه تو هر موضوع مقدسی و خیری که برمیداره همیشه سعی کنه که لب تو خوشقلبیش رو همراه بکنه، با نظر بلندی اون میسوار انجام بده که به خوبی به زچم مورد قبول واقع بشه. همه اینا در وصف مسئولین و خادمین و اونهایی که در جمع‌آوری و پخش صدقه و اعانه به جامعه شریک هستن و زحمت می‌کشن. اما حراب عبد یوسف در حلاخوتشون توضیح میدن که فراموش نکنید یک خرمن همش گندم نیست. شما برنج هم که میرید از بیرون میخرید یا سبزی هم که میخرید، یه مقدارشو چیکار میکنید؟ پاک میکنید، میریزین دور. همیشه در کنار هر خالصی یک ناخالصی هم وجود داره. همیشه در کنار نیکان یک نخاله های هم چی هن؟ و شریرانی هم هنوز وجود داره. و میگه متاسفانه موقعی که به کسف به پول میرسه، یترهارای انسان بعضی موقع ها سر به موقع میاد انسان رو فریب میده به نام صدقه، به نام کمک به مردم و الی آخر انسان رو در طمع قرار میده و به جایی که بخواد خدمت بکنه چیکار میکنه؟ خیانت میکنه. و همدل حرام میفرماد در مورد یرمیا هناوی، یرمیا هناوی یکی از شهرهایی که بهش بدی کرد اناتوت بود، شهر اناتوت که به نام انشه اناتوت، اهالی اناتوت در ناوی در مورد صحبت میکنه پرک فصل 18 هم. موقعی که یرمیا میبینه این اشخاص اینقدر راشا هستن، ظالم هستن، که حتی به دنبالش دویدن که اون رو عذاب بدن، از خداوند تقاضای ناراحتی اونا رو کرد. چطور؟ گفت برتا هشم و اینک خداوند یاده تا ات کل اتساتام آلی لماوت، تو از تمام نقشه و پلیدی اینها که برای مرگ من دسیسه چیده بودن خبر داری. التخفر علمونام، مبادا که از گناهشون بگذری.
یرمیا از خداوند تقاضا میکنه و حتی تامل فانخا التمحی و خطای اونها رو در حضور پاک نکن. و این عبارتیه که متاسفانه بعضی موقع در جامعه میبینیم و یو مخشالیم لفانخا به ات اپخا اسبای. حتی موقعی که میخوان قدم خیری بردارن اونها رو به بیراهه برسون که قدم خیرشون به بیراهه بره. به همین دلیل حخامیم از اینجا یاد میگیرن موقعی که کسی زیاد ارتباط خوبی با خداوند نداشته باشه، اهالی مگسای دور شیرینی دورش یه بار جمع میشن که برای ساختن اردوگاه برای سگهای درنده فیلادلفیا میخوان پول جمع بکنن، میان یه بار طرف یه چک میکشه، آه راست میگه سگهای درنده توی فیلادلفیا، بعد یه نفر بهشون برسه یه چک میده برای اونجا، نمیدونم فلانجا میخوان یه دیسکو بسازن که بچه های جوان تو هم اونجا بمونن جای دیگه نره. آره چرا نه، این یه چک برای دیسکو. میگه خداوند یک راههایی رو به اون شخص هدایت میکنه که حتی با اینکه میخواد میسوا بکنه میسواش تازه گناه حساب بشه و هیچ موقع با این کمک میسوا امتیاز و کردیتی براش ثبت نشه. به همین دلیل میگه ایم آدم نوتن صدقه ل آدم شینو هاگون. اگر انسان صدقه میده به مؤسساتی، به راههایی که بر طبق هلاخا نیست، اینو هاگون ناپسنده، میگه مانند این که خودشو شریک جرم اونا کرده، چون با پول این اینا دارن این کارهای اشتباه رو انجام میدن، مخصوصا که باعث انحراف جامعه و جوانها بخوان بشن که بخوان فلان برنامه هایی رو بذارن که فعلا جوانها با هم خوش باشن و الاخر به تحت عنوان آشنایی جوانان دختر پسرها در یک جاهای برنامه هایی میذارن و پول کی داره این کارا رو میکنه؟ پول یه عده‌ای که دنبال اسم و رسم هستن که میخوان اسمشون تو اون کتاب یا تو اون برنامه ثبت بشه و نوشته بشه. به یشیوا، به بت میدراش، به امور ایژوکیشن و تورا بخوان کمک بکنن، به اونا باید کمک کرد که برای فلان جا و فلان جا و فلان جا میان حداقل اسم و رسمی برای ما کسب میکنن. به همین دلیل میگه کسی که به جاهای ناپسند اینو هاگون کمک میکنه نه تنها میسوا نکرده بلکه اومده گناه کرده و در جرم اونها خودشو چکار کرده؟ شریک کرده. در نتیجه میگه بیزمن هزه در دوره ما پیدا میشن اشخاصی که تحت عنوان جمع کردن و کمک رسانی حتی به یشیوه ها میان در خونه ها و کنیسا و آفیس های مردم و به خاطر همین کار یا کمکشون 50% از هرچی جمع میشه رو تو جیب خودشون میذارن، بعدشم پول هتل و عیاب و زعاب و پروازشون هم کم میکنن، یه چیزی تهشون میمونه اونم میدن به یشیوا. میگه این اشخاص باید مواظب باشن که دارن خیانت در امانت میکنن. و هراب میفرماد در دوره هاگان یعبس که از اهالی اولیه یروشالایم بودن، میگه در یروشالایم سفارادی ها همیشه اونجا بودن، اشکنازی ها بودن که رفتن و مجددن برگشتن، و میگه در دوره هگان یعبس یه سری یشیوه های اشکنازی بود
که اینها تمام ساپورت و حمایتش رو از پولداران اروپایی و خارج میگرفت. در حالی که میگه سفارادی ها از خودشون سعی میکردن هر کسی به نوبه خودش همدیگه رو ساپورت بکنه. میگه به حدی شد با اینکه پول بسیار میرسید در این راه، ولی آخر همه اینها از بدبختی و بیچارگی لازم شدن که مجدداً ترک وطن کنن و برگردن. چرا؟ چون میگه وسط راه یه ذره برای این خرج برمی داشت، یه ذره این کامیشن کم میکرد، یه ذره اون تو جیبش حلق و زحمه میگذاشت، دیگه تا میرسید به اسرائیل، به یروشلایم چیز دیگه باقی نمیموند. بمدل یک مثال یه نفر زد که با رضا شاه از یه پادگانی دیدار میکنه. یکی از سربازا به خودش جرأت میده، میگه من یک سوالی دارم، آیا بهتر نیست که یه ذره بیشتر به وضع این سربازا برسید؟ مملکت که خدا رو شکر به این قدرت و شوکته. گفت همه رو وایسنت توی سر، همه سربازا رو میدن سر، که مثلا یک کار اشتباهی کردن. زمستون بوده، یک گلوله برف میده اون نفر اول، میگه بده دست بغلی، میده دست بغلی، بغلی 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 بغلی، تا به ده صف میرسه چقدرش باقی میمونه؟ یه ذره. رضا شاه به این میگه نگاه کن، ما از همون اول اینقدر کمک میکنیم، ولی تا به شما برسه وسط راه همش چی میشه؟ حیف و مل میشه و از بین میره. به همین دلیل هارام میفرماد که چقدر انسان باید مواظب باشه. در گمارا میگه شخص بود به نام بنیامین حسدیق. چرا اسمش شد بنیامین حسدیق؟ میگه چون یک بار پول صدقه‌ای که جمع میکرد با پول توی جیبش قاطی شد، همه پول رو داد برای صدقه. گفت مبادا که قطره ای ذره ای سنتی از پول صدقه بخواد بی دلیل تو جیب من بره. به همین دلیل هارام میفرماد یک معصه داستانی که با این خاتمه میدیم. یکی از صدیکیمی که ما در یروشلایم داشتیم به نام هارام اریه لوین، هارام اریه لوین یکی از صدیکیم یروشلایم بوده. هارام اریه لوین یک بار یک حاسید، یک راو بزرگ مقوبالی بهش میگه هارام از نظر قبالا که میدونیم چقدر خوبه که برای اشخاص متین، اشخاصی که فوت میکنن، هسپد یولوژی یعنی نوح سرایی کرد و تعریفشون رو کرد. گفت اتفاقا هارام علیه لوین میگه من به بچه هام وصیت کردم مبادا بخوان از من تعریف بکنن در روز فوتم. گفت چرا؟ گفت بیا من باید تعریف بکنم. میگه در دورهی که من در یروشلایم زندگی میکردم، دوران طفولیت، یک فقری بود. بعدم که بزرگ شدیم دیگه به اون صورت عیاب و زهابی نبود، کسب و کاری نبود. خلاصه من موقعی که ازدواج کردم با چند برا خواب بچه، هی روز به روز قحطی و فقر تو یروشلایم بیشتر می شد و متاسفانه خیلی از اهالی یروشلایم به خاطر این فقر و قحطی روز به روز فوت می کردن. میگه من یک نزدیکی داشتم، فامیلی داشتم توی آمریکا، دیدم وضع دیگه خیلی خرابه، بچه هم و خودم در خطریم. یک نامه نوشتم بهش، گفتم که اگه امکان داره تو این وضع واقعا بی دلیل من نفرت بهت رو نمیداختم، احتیاج به کمک داریم، حتی یه لقمه نون برای بچه ها اگه امکان داره یه کمکی برای ما بفرست، جون ما رو داری نجات میدی. میگه من این رو فرستادم، سه ماه گذشت هیچ جوابی نیامد. میگه و واقعا هم در قلبم خیلی ازش عصبانی بودم، بهم برخورد کردم بابا دیگه انسانم، انسانیتش باید به حدی باشه، من تو نامه نوشتم که لقمه نونم حتی اینقدر ما وضعمون خرابه، یک کمکی بکن، این چه بیرحمیه، این چه بیعاطفیه. تا این که میگه بعد چند روز نامه ای از همین آدرس به دستم رسید از آمریکا، گفتم خب حتما توش چیه؟ پوله. دیدم توش داره میگه این چه نامه تو برای من فرستادی؟ اون
انسانیت و معرفتت کجا رفت؟ این همه که من بهت کمک کردم تو این چند وقت و از خودم برات فرستادم، هنوز تو داری نامه میفرستی که بازم بده؟ این میگه که ما که چیزی دریافت نکردیم، این همه که میگه فرستاده. میره اداره پست. اداره پست میگه ببینم آیا تو همچین آدرسی اریه لوین نامه برات اومده؟ میگه آره اومده. میگه ما هرچی بیاد اگر تو پول توش باشه بر طبق قانون میدیم به خزانه دار. گبای صداقا به خزانه دار، گبای صداقا خودش بین همه پخش میکنه. میره پیش این گبای صداقا میگه ببینم تو از این آدرس رو به نام اریل لوین براتون نامه های اومده؟ گاره نامه های اومده؟ پول توش بوده اینا؟ گفت منم اریل لوین. گفت کجا تویی؟ امکان داره چندین تا اریل لوین دیگه تو اینجا باشن. میگو من میدونستم دسته تنها اریل لوینی که من هست اونجا منم. گفتم ببین تنها اریل لوین من هستم و ببین تو این چند وقتم کسی نیومده. گفت هنوز قانون قانونه. بهش گفت نگاه کن وضع ما الان خیلی خرابه، تو اینو بده به عنوان حتی قرض به من، هر موقع اون اریل لوین یا کسی دیگه پیدا کردی من اینجا الان برات امضا میکنم که من مقروضم، اگه امضا کردی پیدا کردی من پست میگم اگه مال کسی دیگه باشه. گفت ببین قانون قانونه. میگه متاسفانه موضوع به حد رسید که یکی از بچه هاش دیگه نتونست تحمل بیاره و این پسر کوچک توی خانواده اریل لوین فوت میکنه. میگه بعد از چند وقت که این موضوع سپری شد، جنگ جهانی دیگه پایان یافت و الی آخر، فهمیدم که این گبای صداقا، این کسی که مسئول صداقا بود، فوت کرد. پیش خودم گفتم برم لوایاش. گفت رفتم لوایا، دیدم تو لوایا میگن و چه آدم منصف و صادق و عادلی بود، چقدر پر احساس و عاطفه بود. گفت از موقعی که دیدم این حرفا رو دارم پشت یه نفر میزنن که نمیشناسن، از همونجا عهد کردم که دیگه هیچ موقع اجازه ندم به بچه هم حتی موقع فوتش بخوام پشت سرش خوبیشو بگم. از اینجا هارام یاد میگیره که چقدر بعد انسان مواظب باشه موقعی که پول خیریه ای چیزی در دستش میاد، مبادا که یک بار نفع شخصیش اون رو کور بکنه و بخواد بیش از اون چیزی که واقعا بهش میرسه، دست موز یا حق الزحمه و یا الی آخر یا کمیشن، بخواد خودش رو در پرایوریتی اول قرار بده و بعد تمام خانواده هایی که چشم انتظار این کمک هستن که مبادا که از این صدقا و از این امر نیک حسب شالوم خشم خداوند بیدار بشه که خداوند غضب بکنه. به همین دلیل حامی میفرماست که انسان درسته، اشخاصی میان در خونه شو میزنن، در آفیسشو میزنن، تو کنیسا میان که آدم مطمئن نیست، ولی روغنی که به خونه حلاله به مسجد حرام. کسی که به کنیسای تعلق داره، کسی که به یک کامیونیتی و جامعه‌ای تعلق داره که خود اون جامعه و خود اون کنیسا مخارجی رو دارن و این داره استفاده میکنه از فعالیت و از برنامه های اون کنیسا و اون جامعه، اول اون کنیسا اون جامعه میاد چاهی که داره ازش آب میخوره، بعد اگر کمک بیشتری خواست بکنه به جای دیگه، ولی اول از چاهی که داره آب میخوره بعد ارادت و حکارت حتی به حق شناسی خودشو نشون بده.
به همین دلیل انسان باید دنبال این باشه، مخصوصا کلاس های تورا، مخصوصا برنامه های تورا که سپورت و بخواد حمایت خودشو نشون بده که به خوبی همه اینها نتایج خوبی داشته باشه، در درگاه خداوند به خوبی قبول بشه، رفع گزرات بشه و همونطور که گفتیم صدقات تسهیل می‌ماوت و شادی ها و زندگی و حیات به همه خانواده ها و خودمون به خوبی برگرده. بخشی پس میگن